علی مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور اعلام کرده 801 نفر به عنوان داوطلب نمایندگی در انتخابات خبرگان رهبری ثبت نام کردند. 19 نفر از کاندیداهای شرکت در خبرگان رهبری زن هستند ثبت نام 19 زن برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری تاکنون سابقه نداشته است همزمان حسین علی امیری قائم مقام وزیر و سخنگوی وزارت کشور از نام نویسی افسون بر 6300 نفر برای دهمین ده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس آخرین آمار خبر داد روز چهارشنبه تعدادی از چهره های نزدیک به اصلاح طلبان و میان روها از جمله رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی مجید انصاری معاون پارلمانی و محمد اشرفی اصفهانی از مدیران نهاد ریاست جمهوری و محمد مهدی فقیهی مدیر مسئول وبسایت انتخاب در انتخابات مجلس خبرگان رهبری کاندیدا شدند آیت الله علی محمد دستقیب و آیت الله امجد از روحانیون نزدیک به جنبش سبز ایران نیز برای این دور از انتخابات مجلس خبرگان کاندیدا شدند. در همین حال سایت خبر آنلاین روز چهارشنبه دوم دی به نقل از یک منبع نزدیک به جامعه مدرسین حوزه علمیه قوم که نام او ذکر نشده است خبر داد که اکثریت اعضای کمیته انتخابات این گروه با حضور آقای هاشمی رفسنجانی در فهرست خود برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری مخالفت کردند. بر اساس این گزارش قرار است تصمیم گیری نهایی درباره اعلام حمایت از آقای هاشمی در جلسه اصلی جامعه مدرسین انجام شود. روز چهارشنبه از میان چهره های اصولگرا نیز غلامرضا رضا مقدم عضو جامعه روحانیت مبارز و محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان عباس واعظ تبسی تولیت آستان قدس رضوی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری کاندیدا شدند روز دوشنبه سی آذر نیز محمد تقی مصباح یزدی که از او در برخی رسانه های ایران به عنوان پدر معنوی جبه پایداری نام برده می شود برای انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کرد. آقای متحری روز چهارشنبه دوم دی و پس از ثبت نام در انتخابات مجلس دهم ده تأکید تاکید کرد اینکه بگوییم فردی مسئولیت داشته باشد و نظارت روی وی نباشد نه از نظر عقلی درست است نه از نظر اسلامی آقای متحری گفت هر مقام غیر معصومی در جایگاه غیرقابل انتقاد قرار گیرد هم برای خودش خطر دارد و هم برای اسلام در همین حال مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه و پس از ثبت نام برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد که حصول اطمینان از شرایط رهبری نوعی نظارت را لازم دارد اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نیز روز چهارشنبه دوم دی از میدانداری بعضی از تندروها و استفاده های افرادی از تریبون های رسمی ابراز تاسف کرد. وی گفت متاسفانه برخی به گونه ای در مورد رهبری سخن میگویند که گویی تنها خود را نایب و نماینده ایشان میدانند. در خبری دیگر غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران نسبت به فرمایشی شدن انتخابات هشدار داد و تصریح کرد اگر صدا و سیمای ملی که باید متعلق به همه باشد در برنامه های خود کسی را در آستانه انتخابات آورد و همه جور حرف زد اما اگر آقای ظریف خواست حرف بزند بگویند تبلیغات برای دولت است آیا این حق و ناس نیست؟ دبیر کل کارگزاران سازندگی گفت باید مردم را نسبت به انتخابات مطمئن کنیم تا به تدریج حرف بیگانگان نشود که میگویند هر کس را میخواهند تایید میکنند و هر کس را نمیخواهند تایید نمیکنند در تحول دیگر رسانه ها در ایران از تخریب بیلبردهای های خوشامدگویی به آقای روحانی در آستانه دیدارش از شهر ری خبر دادند تصاویری هم در شبکه های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد برخی از بیل بورت ها پاره شده یا به آنها رنگ پاشیده شده است. روزنامه ی قانون با انتشار این خبر نوشت این اتفاق که در روزهای حساس منتهی به انتخابات مهم هفته اسفند نشان از قدرت گرفتن تندروهایی دارد که همچنان در مسیر بیقانونی پیش میروند. در حالی که پیش از این چند نوبت تندروها در نقاط مختلف کشور به سخنرانی ها حمله کردند. حال گویا نوبت به دولت رسیده است تا تاوان کمکاری خود را در راستای حمایت قانونی از مجوزهایش بپردازد. در ماه اخیر نیروهای لباس شخصی چندین جلسه ی سخنرانی چهره سیاسی را برهم زدند یا پیش از برگزاری باعث لغو آن شدند. در پی واکنش مقامات ایران و آمریکا به تصویب طرح تشدید محدودیت های سفر بدون ویزا به آمریکا برای شهروندان ایران، عراق، سوریه و سودان، قانونگذاران آمریکایی روز چهارشنبه دوم دی ماه به دولت باراک اوباما هشدار دادند که نمیتواند اراده کنگره و روح قانون را رو نادیده بگیرد و تضمین‌هایی مرتبط با قوانین دریافت روادید به طرف ایرانی بدهد. کوین مکارتی رهبر اکثریت جمهوری کنگره آمریکا در این باره گفته هیچ ابهامی در این قانون وجود ندارد دولت باید این قانون را همانطور که تدوین شده و مورد توافق قرار گرفته اجرا کند بر اساس این تر که در واکنش به حوادث تروریستی پاریس به سرعت و با اکثریت مطلق آرا در کنگره به تصویب رسید و با امضای باراک اوباما به قانون تبدیل شد شهروندان 38 کشوری که پیش از این می بدون ویزا به آمریکا سفر کنند در صورتی که در پنج سال گذشته به ایران سفر کرده باشند نیاز به ویزا خواهند داشت شهروندان ایران، عراق، سوریه و سودان حتی اگر تابعیت این 38 کشور را داشته باشند هم باید در هر صورت از این پس برای سفر به آمریکا درخواست ویزا کنند چرا که این کشورها در فهرست حامیان تروریسم قرار دارند. این قانون هم بر سر راه سفر ایرانی آمریکایی ها و هم برای آن دسته از تجار اروپایی که میخواهند به ایران رفت آمد داشته باشند مانع ایجاد می کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به امضای این طرح از سوی باراک با به سراحت اعلام کرد این طرح با تعهدات ایالات متحده زیل برجام همراستا نیست و ایران منتظر است تا ببیند آمریکا چطور میخواهد آن را با تعهداتش در قبال برجام همخوان کند بیش از صد نماینده مجلس در ایران هم در تذکر به رئیس جمهور خواستار اقدام متقابل جمهوری اسلامی شدند جان وزیر خارجه آمریکا در واکنش به این اظهارات در نامه‌ای به همتای ایرانی خود گفت قوانین جدید مرتبط با ویزای آمریکا مانی برای منافع اقتصادی ایران ایجاد نمی کند. این همان مسئله است که اعتراض جمهوری کنگره و سنا را برانگیخته کوین مکارتی و چند تن از رؤسای کمیته‌های گوناگون مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به جان کری وزیر خارجه و جی جانسون وزیر امنیت داخلی این کشور اعلام کردند که از احتمال تلاش دولت برای مستثنا قائل شدن ایران از این قانون عمیقا نگرانند آنها با ارسال این نامه تاکید کردند که کنگره به هیچ وجه اجازه لغو ویزا برای سفرهای تجاری به ایران را نخواهد داد مسئله ای که به طور بالقوه ممکن است برجام را با خطر تعلیق مواجه کند و دستاوردهای ماها مذاکرات فشرده برای پایان دادن به بحران هسته‌ای ایران پس از یک دهه را برباد دهد نوید اقدسی شهروند بهایی به خاطر پیگیری قتل عطا رضوانی رزوانی پسرخاله خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. گروه های فعال حقوق بشر در ایران میگویند آقای اقدسی اواخر آبان ماه به همراه چند شهروند بهایی دیگر بازداشت شد. وبسایت هرانا گزارش داده است که آقای اقدسی در دوران بازداشت دو بار تماس تلفنی داشته اما خانوادهش از وضعیت او اطلاع دقیقی ندارند سازمان عدالت برای ایران هم میگوید که آقای اقدسی پیش از این تهدید شده بود نوید اقدسی درباره قتل پسرخاله خود عطاالله رزوانی با رسانه های فارسی زبان مصاحبه میکرد عطا الله رزوانی از اعضای فعال جامعه بهایی بندرعباس بود و در شهریور سال 1392 به ضرب گلوله افراد ناشناس به قتل رسید. نوید اقدسی در آن مقطع گفته بود اطرافیان آقای رزوانی مسائل اعتقادی را دلیل قتل او می‌دانند. در خبری دیگر از ایران وزارت کشور و دادستانی تهران برای بررسی اقدامهای انجام شده در زمینه برخورد با جرائم و آسیبهای اجتماعی و رایزنی در مورد کاستی های این بخش نشست مشترکی برگزار کردند عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران هدف از برگزاری این نشست را تعامل بین دستگاه های قضایی و اجرایی عنوان کرده وی با اشاره به دستور قضایی دادستانی به پلیس تهران گفت درباره مبارزه با بدهجابی و پوشش نامناسب جمعوری ماهواره و منع تبلیغات در شبکه های ماهواره غیرمجاز دستورات قضایی پیشگیرانه صادر شده و در سال جاری برخورد پلیس با این مظاهر جدیتر شده است قوه قضایی از مدتی پیش در استان تهران تعدادی دادسرای تخصصی در حوزه های مبارزه با مفاسد اخلاقی، جرایم پزشکی، مواد مخدر، جرایم اقتصادی، امنیت، زمینخاری، جرایم رایانه‌ای، پولی و بانکی و فرهنگ و رسانه ایجاد کرده که دادستانی حاصل فعالیت آنها را رضایت بخش توصیف می کند. برای آنچه مبارزه با بدهجابی خوانده می شود در سال 1384 طرح موسوم به راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ افاف و هجاب به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. در این طرح برای 26 دستگاه و نهاد فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و انتظامی وظایفی تعریف شده اما در عمل برخورد مشخص با کسانی که پوشش آنها نامناسب قدم داد می شود توسط نیروهای انتظامی انجام می شود در ارتباط با برخی دیگر از حوزه هایی که دادستانی به آن اشاره می کند هایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز چندی پیش اختار دادند حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد 13 آذر ماه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت هر گونه همکاری با شبکه های ماهواره‌ای که از خارج برنامه پخش می‌کنند تخلف محسوب می‌شود و مطابق مقررات با مخالفان برخورد خواهد شد به گفته نوشابادی همکاری غیرمجاز با شبکه های شامل مصاحبه دادن آگهی ارسال خبر یا مشارکت در تولید برنامه می شود. به رغم هشدارهای وزارت ارشاد همچنان بسیاری از شرکت‌های تولید کننده ایرانی محصولات خود را در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان تبلیغ می‌کنند. تا کنون بسیاری از مقام‌های ارشد حکومتی اعتراف کردند که برخورد پلیسی و انتظامی با مسائلی چون پوشش یا تماشای برنامه شبکه‌های ماهواره‌ای بی‌نتیجه بوده است. سال گذشته پرویز علیزاده معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی به خبرگزاری تسنیم گفت این یک واقعیت است که در حال حاضر 70 تا 80 درصد مردم ایران گیرنده ماهواره‌ای دارند این مقام قضایی افزود پدیده بدهجابی و ماهواره به اندازه ی گسترش یافته که مقابله با آنها به ضرر حاکمیت تمام می شود خرداد ماه امسال نیز محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج اعتراف کرد که جمع کردن ماهواره ها نتیجه نداشته و مادام که مردم با علاقه سراغ شبکه های ماهواره ای می روند توسل به زور کاری پیش نمیبرد برد. شعبان مشاور سیاسی و رسانه‌ای رئیس جمهوری سوریه میگوید دولت مرکزی آن کشور حاضر است در مذاکرات صلح سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه شرکت کند و قطعنامه تصویب شده شورای امنیت را میپذیرد شورای امنیت سازمان ملل متحد روز 27 آذر قطعنامه ای را در مورد فرایند صلح در سوریه تصویب کرد این قطعنامه خواستار تشکیل دولتی قانونی فراگیر و غیرفرقه ای در شش ماه آینده شده و میگوید در هجده ماه آینده انتخاباتی آزاد و عادلانه بر اساس قانون اساسی جدید برگزار خواهد شد خبرگزاری رویترز میگوید این نخستین واکنش یک مقام دولتی سوریه به این موضوع می باشد. مشاور سیاسی بشار اسد به شبکه المیادین گفته است ما اکنون در وضعیت به مراتب بهتری قرار داریم یک اعتلاف واقعی بین المللی برای مبارزه با تروریسم شکل گرفته در که موضع ما و چرخش های صورت گرفته اکنون در حال نتیجه دادن است. خانم شعبان از نقش روسیه نیز حمایت کرده و گفته است دخالت نظامی آن کشور اهمیت فوقلادهی در بحران سوریه داشته است. روسیه در کنار ایران از مهمترین حامیان دولت اسد به شمار می روند. ارتش روسیه از سه ماه پیش حملاتی هوایی را علیه مخالفان بشار اسد انجام می دهد. در آغاز حملات، کشورهایی مانند آمریکا و سازمانهایی مانند ناتو گفتند عمده آنها نه علیه گروه های افراطی مانند حکومت اسلامی بلکه علیه شورشیان مورد حمایت غرب انجام می شود. یک روز پیش از انتشار مصاحبه مشاوره بشار اسد سازمان عفو بین الملل گفته بود این حملات دستکم کم دویست قربانی غیرنظامی نظامی بر جای گذاشته و برخی از آنها می تواند مستاق جنایت جنگی باشد. وزارت دفاع روسیه این اتهام را رد کرده است خانم شعبان گفته است برای غرب آسان نبود که از موضع خود در قبال دولت اسد عقب نشینی کند اما راهبرد سوریه نتیجه داده است به نظر می رسد اشاره این مقام دولت مرکزی سوریه به نرمتر شدن موازی کشورهای غربی در مورد بشار اسد است البته این اولین بار نیست که دولت اسد از شرکت در مذاکرات صلح سخن میگوید اما تا کنون این گفته نتیجه عملی خاصی نداشته است و گفتگوها نیز فرجامی پیدا نکردند. بشار اسد تا کنون حاضر به کنارگیری از قدرت نشده است. به گفته عمده کشورهای مخالف وی در منطقه و اروپا و نیز آمریکا بدون کنارگیری نهایی او از قدرت ایجاد صلحی واقعی نیز غیرممکن نخواهد شد. جنگ داخلی سوریه در پی سرکوب اعتراضات عمدتا مسالمت آمیز علیه بشار نزدیک به پنج سال پیش آغاز شد این جنگ صدها هزار کشته و زخمی بر جای گذاشته و یکی از گسترده ترین بحران های ناشی از پناهجویان را طی دهه های گذشته پدید آورده است تنها 48 ساعت پس از سفر آقای ژان ایو لودریان وزیر دفاع فرانسه به مسکو و دیدارش با دو وزیر دفاع و خارجه روسیه اینک رئیس ستاد ارتش فرانسه ژنرال ژان پیر دوبلیه به دیدار همتایان خود به مسکو رفته است آشکار است که دلیل این سفر برای موضوع سوریه و داعش خواهد بود ژنرال دوبلیه که فقط یک سال است به این مقام برگزیده شده برای اولین بار با همتای روسیش در مسکو ملاقات می کند. امروز نشریه لوریان دو جور نشریه فرانسه زبان نوشته که مسکو و پاریس در مورد اهداف بمباران ها علیه داعش به توافق نرسیدند از طرف دیگر وزیر دفاع فرانسه آقای لوریان برای تحویل محمولات نظامی به لبنان سفر میکند و در این بسته ها 48 موشک ضد تانک میلان و خودروهای نظامی دیده میشود وزیر دفاع فرانسه آقای لودریان همچنین دیروز به یک پایگاه مخفی در نزدیکی عمان در اردن رفته بود امر جهادیون و داعش موضوع پیگیر در اروپا و به خصوص فرانسه است دیروز در یک کنفرانس آقای والس نخست وزیر می گفت که هزار تن تا کنون از فرانسه به سوریه و عراق رفتند 600 نفرشان هنوز آنجا هستند 156 نفرشان کشته شدند و باقی اینجا و آنجا پراکنده هستند در خبری دیگر دیروز زوج جوانی در خانه که همکنون تصاویرش رو مشاهده میکنید در شهر مونپولی دستگیر شدند که زن 23 ساله ای به طور مصنوعی شکم خودش رو از بیرون جاسازی و ادعای حاملگی داشت تا به گفته پلیس بتواند با جاسازی مواد منفجره و عبور از دربهای الکترونیکی دست به عملیات انتحاری بزند این خانم جوان که به گفته همسایگانش بسیار متعصب مذهبی و پوشش خاص بود به پلیس گفته که ابتکار او برای این نوع پوشش فقط برای دزدی از مغازه ها بود است از طرف دیگر آقای برنار کزنو وزیر کشور خبر از دستگیری دو نفری رو داد که یکی از آنها اعتراف کرده قصد داشتن به کلانتری و ماموران شهر اورلئان در فرانسه حمله کنند و بالاخره اینکه امروز صبح در پی درگیری ها و تلاش هایی که برای دستگیری سال عبدالسلام هست یکی از اصلی های حوادث تروریستی 13 نوامبر در پاریس نهمین مزنون در اطراف بروکسل در ارتباط با او دستگیر شد پاریس تلویزیون ایران فردا در حالی که بر اساس گزارش ها هوای شهر تهران برای سیزدهمین روز متوالی در شرایط ناسالم قرار دارد و هوای تبریز نیز برای چندمین بار در ده روز گذشته به حد هشدار رسیده رئیس سازمان محیط زیست خبر داد که مطالعات جامع مقابله و پیشگیری از آلودگی هوا در کلان شهرها انجام می شود. محمد رستگاری معاون نظارت و پایش اداره حفاظت محیط زیست استان تهران خبر داد که هوای تهران در 24 ساعت منتهی به 8 صبح روز پنج شنبه سوم دی ماه در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار داشته است. به گفته ی آقای رستگاری روز پنج شنبه سیزده همین روزی است که شرایط هوای تهران به شرایط ناسالم رسیده است. آلودگی هوا در تهران از ابتدای هفته تعطیلی مدارس، آماده باش اورژانس و تشکیل جلسه کمیته کارگروه استرار آلودگی هوای استان تهران را در پی داشته است. محمد رضا مدرسی رئیس بخش ریه اطفال مرکز طبی کودکان تهران در گفتگو با خبر خبرگزاری فارس با اعلام اینکه وسعت بیماری های ریوی در پایتخت افزایش یافته است گفته است میزان مراجعات به اورژانس بیمارستان ها به دلیل آلودگی هوا با روند افزایشی همراه بوده و باید تمهیدات لازم توسط خانواده ها برای کاهش تردد در فضاهای آلوده اندیشیده شود. در این زمینه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران اعلام کرده بود که آلودگی هوا شمار متوسط مرگومیر در تهران را از 150 نفر در روز به 180 نفر رسانده است. همزمان با ادامه آلودگی هوا در تهران خبرگزاری ایرنا خبر داد که آلودگی هوا در تبریز برای چندمین بار در ده روز گذشته به حد هشدار رسیده است. روزبه رجایی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آذربایجان شرقی از افزایش 13 درصدی معمولیت های قلبی و ریوی اورژانس تبریز در پنج روز گذشته خبر داده است. آلودگی هوا علاوه بر تهران در روزهای گذشته منجر به تعطیل شدن مدارس در استان اصفهان نیز شده بود. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا عراق که یکی از هشت شهر آلوده ی کشور است که از ابتدای امسال تا کنون سی و یک روز با کیفیت ناسالم را سپری کرده و حسین علی ابراهیمی کارنامی مدیر کل محیط زیست استان مرکزی روز چهارشنبه خبر داده بود که شاخص کیفیت هوای عراق در این روز در شرایط هشدار قرار دارد. روز پنجشنبه رئیس سازمان حفاظت محیط اعلام کرد که مطالعات جامعه مقابله و پیشگیری از آلودگی هوا در کلان شهرها و مراکز استانهایی که با این معضل مواجه هستند انجام می شود. معصومه ابتکار گفته بر اساس بررسی ها در کارگروه ملی مقابله با آلودگی هوا مقرر شد طبق برنامه زمان بندی شده پس از کلان شهرها مراکز استان ها در بحث مقابله با آلودگی هوا مورد مطالعه جدی و بررسی جامع قرار گیرند خانم ابتکار شامگاه یک شنبه 22 آذر نیز در گفتگوی ویژه خبری تلویزیون دولتی ایران گفته بود که در دولت اراده جدی برای کاهش آلودگی هوا وجود دارد وی بهبود کیفیت سوخت حذف بنزینهای آلوده و پتروشیمی و ارتقای سطح کیفیت بنزین به استاندارد یورو چهار را از مهمترین اقدامات دولت برای کاهش آلودگی هوا ذکر کرده بود سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه دوم دیما از کشتار صدها مسلمان شیعه در شمال نیجریه به دست سربازان ارتش این کشور در ماه جاری خبر داد. بنابراین گزارش اجساد دست کم 300 تن از شیعیان نیجریهی پس از کشتار بدون کسب اجازه از خانواده های آنها در گورهای دست جمعی دفن شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این شیعیان که گفته می شود تحت حمایت ایرانند و اقلیتی در کشور نیجریه به شمار میآیند اعضای غیر مسلح جنبش اسلامی نیجریه بوده و مرتکب عمل تحریک نشده بودند گفته می شود بسیاری از قربانیان از میان کودکان بیدفاع بودند دیدبان حقوق بشر این جنایت را توجیه ناپذیر خوانده است این کشدار نزدیک به دو هفته پیش در حالی رخ داد که اعضای این گروه اقلیت شیعه در جریان یکی از مراسم مذهبی خود راه عبور یکی از فرماندهان ارتش را سد کردند رئیس بخش آفریقای سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید دور از تصور است که چگونه راه ایجاد کردن چند جوان خشمگین میتواند به کشدار صدها تن از مردم منجر شود ارتش نیجریه آماری رسمی از قربانیان این حادثه منتشر نکرده اما اتهامات وارد شده از سوی دیدبان حقوق بشر را رد کرده است سخنگوی ارتش در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته است این اتهامات واقعیت ندارند و طرح چنین نظرات بیپایی گستاخانه است او با انتشار تصاویری از پرتاب سنگ به اتومبیل نظامی ارتش مدعی شده که اعضای این فرقه شیعه تحت حمایت ایران در صدد ترور فرمانده ارتش بودند. اتهامات مطرح شده از سوی دیدبان حقوق بشر این حراس را تقویت کرده که تداوم برخوردهای خشونت آمیز میان اعضای این گروه شیعه با ارتش نیجریه این کشور را با یک تهدید اسلامی دیگر روبرو سازد آن هم در حالی که بیش از 20 هزار نفر از شهروندان این کشور به دست شبه نظامیان افرادگرای بوکوهرام کشته شدند ابراهیم زکزاکی که رهبر جنبش اسلامی نیجریه است و گاه او را خمینی نیجریه میخوانند در نتیجه حملات ارتش به شدت مجروح شد و در بازداشت پلیس به سر میبرد یکی از معاونان او در این حادثه کشته شد خشونتهای ارتش علیه این گروه شیعه یادآور خشونتهای خونبار ارتش علیه شبه نظامیان بوکوهرام در سال 2009 است که در پی آن رهبر این گروه افرادگرای گرای سنی مذهبی در حالی که در بازداشت پلیس بود اعدام شد و همین امر موجب شد که این گروه مبارزه مسلحانه با دولت نیجریه را آغاز کند حال و در پی چند ماه نبرد سنگین بین نیروهای دولتی نیجریه و شبه نظامیان گروه اسلامگرای بوکو حرام محمد و رئیس جمهوری این کشور گفته است ارتش به مرحله شکست کامل این گروه نزدیک شده و انهدام بوکو حرام قطعی است آقای بوهاری اعلام کرده شپ نظامیان بکوهرام توانایی خود برای دست زدن به حملات متداول به نیروهای امنیتی یا مراکز جمعیتی را از دست داده و در موضع انفعالی قرار گرفتند وی تصریح کرده از لحاظ فنی فکر می کنم ما جنگ را برده گروه بوکو در سال 2002 میلادی با هدف مبارزه با غربگرایی و جلوگیری از نفوذ غرب در نیجریه استقرار حکومت اسلامی و اجرای قوانین شرع در مناطق مسلمان نشین این کشور و کشورهای همجوار تشکیل شد. این گروه به ویژه با نفوذ غرب و آموزش غربی در میان مسلمانان مخالف است و از ترویج انحصاری معارف اسلامی حمایت می کند. از سال 2009 این گروه برای پیشبرد اهداف خود به عملیات مسلحانه یا جهادی روی آورد و در سالهای بعد چندین هزار نفر را در درگیری مسلحانه، بمبگذاری، اجرای حدود شرعی و پاکسازی دینی و قومی به قتل رساند و صدها نفر را به گروگان گرفت. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان گفته است مسکو برای تبادل اطلاعات علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی کانالی ارتباطی با طالبان گشوده است وزارت دفاع افغانستان تلویحا ناخشنودی خود را از این موضوع ابراز کرده است زمیر کابلوف از دیپلمات‌های ارشد روسیه و مشاور ولادیمیر پوتین در امور افغانستان روز دوم دیماه به خبرگزاری روسی اینترفکس گفته است منافع طالبان به طور عینی با منافع ما مطابقت پیدا کرده است کابلوف گفته است ما و طالبان یک کانال ارتباطی برای تبادل اطلاعات ایجاد کرده ایم رسانه های افغانستان میگویند این نخستین بار است که یک مقام روس به طور رسمی از رابطه با طالبان سخن میگوید روزنامه واشنگتن پست میگوید یک سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته های زمیر کابلوف را تایید کرده است. منابع خبری گزارش دادند که دولت افغانستان از رویدادهای تازه خوشنود نیست. ارتش و نیروهای امنیتی افغانستان در حال حاضر در گیر نبردهایی با شورشیان طالبان هستند. این گروه بارها حملات مرگبار را علیه نظامیان افغانستان، نیروهای نظامی خارجی و نیز غیر نظامیان انجام داده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است رابطه مستقیم هر کشور دیگری با گروه های تروریستی در افغانستان پذیرفتنی نیست.